سلام، امیدوارم حال دلتون عالی و درجه یک باشه و هر جا هستین لبتون خندون و دلتون شاد باشه. با انرژی تمام این ویدیو رو دنبال کنید. میخوام در مورد یه موضوع مهمی توی CSS واسهتون صحبت کنم، در مورد رنگ ها. به دو قسمت تقسیمش میکنم، نصف آموزش رو توی این جلسه با هم میریم، نصف دیگرش رو توی جلسه بعدی، به خاطر اینکه تایم ویدیو طولانی نشه و یه بار واسه همیشه رنگا رو قورت میدیم توی CSS و کامل بهش مسلط میشیم و مثل همیشه یاد میگیریم، چیزی رو حفظ نمی کنیم. فقط اگر انرژیتون کمه، اگر میزان انرژیتون اونقدر که باید نیست، پاشین یه دست به افتخار خودتون بزنید. همین که تا این قسمت از ویدیو رو همراه من اومدین، ایول دارین، خسته نباشید میگم بهتون. با انرژی تمام مثل همیشه ادامه ویدیو رو همراه من باشین. برو بریم. اومدم توی سایت w3schools.com توی این قسمت CSS و اومدم توی قسمت CSS colors. color یعنی رنگ. خب ببینیم چی نوشته. گفته colors are specified using predefined color names or RGB, hex, HSL, RGBA, HSLA values. خیلی سریع میگم، گفته کالرها اسپسیفاید مشخص میشن با استفاده از 6 تا ولیو. ولیو یعنی مقدار. حالا اون مقدارها چی هن؟ مقدار اول پردیفایند کالر نیمز، نام هایی از پیش تعریف شده. بچه ها هر رنگ یه نامی داره، مثلا به رنگ قرمز توی انگلیس میگن رد، به سبز میگن گرین، به آبی میگن بلو، به مشکی میگن بلک، به زرد میگن یلو. خب میگه راه اول استفاده از نام ها توی CSS predefined color name هست، نامشون هست. مثلا میخوایم پاراگرافامون رو رنگشون رو مثلا قرمز کنیم، میگیم ردشون کن، از اسم رنگ، از نام رنگ استفاده میکنیم. خب یه چیز دیگه داریم به اسم RGB، یه چیز داریم به اسم hex، یه چیز داریم به اسم HSL، یه چیزی داریم به اسم RGBA و آخریش هم HSLA. با اینا میخواییم آشنا بشیم، با Predefined Color Name ها و RGB و RGBA توی این جلسه آشنا میشیم، با Hex و HSL و HSLA توی جلسه بعدی آشنا میشیم. خب تیتر بعدی گفته CSS Color Name. خب بچه ها اومده یه سری رنگ رو مشخص کرده. این پایین هم گفته CSS HTML support 140 standard color names. 140 رو فارسی میگم، بقیهش رو انگلیسی میگم. خب یعنی چی؟ گفته HTML CSS از 140 تا رنگ استاندارد پشتیبانی میکنن. روی این لینک کلیک کنید، اینجا که گفته 140 تا استاندارد color name. خب اینجا وارد این صفحه که بشید، اومده اون 140 تا رنگ رو به همراه رنگ و اسمشون اینجا گفته واسمون. مثلا گفته آقا به این رنگه میگیم بلک. خب میدونیم دیگه بلک یعنی مشکی، اون رنگ های معروفش رو حالا من میدونم. به این میگیم بلو، به این مثلا میگیم براون، چه میدونم مثلا به این میگیم کورال، مثلا به این میگیم دارک بلو، به این میگیم دارک گرین، به این میگیم دارک گری، به این میگیم دارک رد و بریم پایین تر، مثلا به این میگیم گولد، طلایی. خودتون بیاید وارد این لینکه بشید، این 140 تا رنگ استاندارد رو اینجا گفته بهتون و لازم هم نیست اینا رو حفظ کنید، نه یاد شروع کنید اینا رو حفظ کردن، دارک گرین رنگش چیه، گولد رنگش چیه، اینا رو حالا بعدا بهتون میگم. فقط میخوام بدونید که 140 تا رنگ استاندارد داریم توی صفحات وبمون. خب برگردیم به صفحه قبل و ادامه مقاله رو با هم دیگه بخونیم. تیپ زده CSS background color. تا الان ما با یه ویژگی آشنا شدیم، مثلا یه سری پاراگراف توی صفحه وبمون داشتیم، میخواستیم رنگ متن پاراگرافامون رو قرمز کنیم، از چه ویژگی استفاده میکردیم؟ مینوشتیم color دو نقطه رنگ مورد نظر، مثلا red پاراگرافامون قرمز میشدن، رنگ متنشون قرمز میشد. حالا یه چیزی داریم به اسم background color، رنگ background، رنگ پس زمینه. میتونیم به پس زمینه یه عنصر هامون هم رنگ بدیم. چطوری؟ ببینید اینجا مثلا یه دونه عنصر H1 داریم که مال هدینگ، اومده پس زمینه آبی بهش داده، یا پایینش یه دونه پاراگراف داریم اومده پس زمینه تومیتو بهش داده، رنگ گوجهی بهش داده واسه پس زمینه.
خب بریم روی برکت تا اینو با همدیگه بررسیش کنیم. خب جلسه 20 هستیم. یه دونه فولدر ساختم به اسم 20، یه دونه فایل HTML داخلش ساختم به اسم color.html. یه دونه تگ H1 داریم، یه دونه پاراگراف داریم زیرش، دوباره یه دونه H1 دیگه و یه دونه پاراگراف دیگه. اومدم توی قسمت هد و عنصر استایل واسه استایل دهی اینترنال یا داخلی. خب مثلا میخوایم به H1 هامون رنگ قرمز بدیم. از سلکتور H1 استفاده میکنیم که یک element سلکتور هست. اینا رو دیگه یادتون هست، توی جلسات قبلی گفتم. خب بعد چی کار میکنیم؟ میگیم color مثلا بشه red. خب ببینید رنگ H1 هامون، دوتا H1 داریم، رنگشون شد قرمز. پس با استفاده از ویژگی color رنگ متن رو مشخص میکردیم و اینجا هم از روش اول رنگ دهی استفاده کردیم، یعنی اسم رنگ. حالا جلوتر از روش های بعدی هم استفاده میکنیم. خب حالا فرض کنید میخواییم background color بدیم بهشون. الان به صورت پیشفرض رنگ بکگراندشون چیه؟ ببین بیام روی این H1 وایسم، کرسر موس رو بیارم روی این H1 ها، میبینید نرم افزار برکت یه لحظه با استفاده از قابلیت لایف پریویو داره مشخص میکنه محدودش رو. این محدوده هست که یه لحظه آبی رنگ میشه. خب رنگ پس زمینش به صورت پیشفرض دارید میبینید که سفید هست. حالا میخواییم عوضش کنیم، مینویسیم background خط تیر color رنگ مورد نظر، مثلا مینویسم black. خب چه اتفاقی افتاد؟ H1 رنگ پس زمینشون از سفید به مشکی تغییر کرد. حالا این red رو مثلا بکنمشون white، سفید شدن. بکنم مثلا yellow، زرد شدن. یا background color رو میتونیم رنگای مختلف بذاریم. میتونیم رنگ background color رو مثلا بذاریم blue، آبی شد، بذاریمش رد، قرمز شد. هر رنگ دلخواهی رو میتونید بدید. پس کالر رنگ متن رو مشخص میکنه، بکگراند کالر رنگ پس زمینه رو مشخص میکنه. برگردیم به سایت W3Schools. خب پایین گفته CSS text color رنگ متن، اینو هم که باهاش آشنا هستیم. بریم وارد لینک بعدی بشیم. اینجا که نوشته RGB، ببینیم RGB چیه. خب چی نوشته؟ گفته an RGB color value represent red, green and blue light sources. یعنی چی؟ میگه یه value یعنی مقدار، میگه یه مقدار رنگ RGB represent مهیا میکنه، چطور معنیش کنم؟ represent ارائه میکنه، نشون میده. red, green and blue light source. light یعنی نور، source هم که یعنی منبع. میگه یه مقدار رنگ RGB ارائه میکنه، مشخص میکنه منابع نور رد، قرمز، گرین، سبز اند بلو، آبی رو. خب این RGB خودش مخفف چیه؟ این آرش مخفف رد یعنی قرمز، این گرینش، این جیش مخفف گرین هست یعنی سبز، و این بی هم مخفف بلو یا اول کلمه بلو یا آبی هست. خب میگه این CSS a color can be specified as an RGB value using this formula. میگه توی CSS یه مقدار RGB can میتونه specified مشخص بشه با این فرمول، using this formula. RGB کلمه RGB رو می‌نویسیم، بعد پرانتز، بعد سه تا مقدار. مقدار اول مشخص کننده مقدار نور قرمز هست، دومی مشخص کننده مقدار نور سبز هست، سومین پارامتر مشخص کننده مقدار نور آبی هست و با استفاده از کاما هم از هم جدا میشن و هر کدوم از این سه تا پارامتر میتونن یه عدد بین 0 تا 255 باشن. خب فرض کنید میخوایم مقدار رنگ قرمز رو داشته باشیم. ببینید مینویسیم RGB پرانتز، خب ردش رو، مقدار رد رو میذاریم روی 255 که بیشترین مقدار هست، گرین یا سبز رو میذاریم روی 0، بلو یا آبی رو میذاریم روی 0. خب چه رنگی رو داریم؟ الان رنگ قرمز رو ساختیم با استفاده از سیستم RGB. حالا میخوایم رنگ سبز رو بسازیم. رد رو میذارم روی 0. اولا وقتی همه رو 0 بدیم رنگ مشکی رو داریم. پس RGB 0 0 0 میشه رنگ مشکی. RGB 255 255 255 میشه رنگ سفید.
خب حالا میخوایم رنگ سبز رو بسازیم. رد رو میذاریم روی صفر، گرین یا سبز رو میذاریم روی 255، بلو رو میذاریم روی صفر. پس RGB 0 255 0 میشه مقدار رنگ سبز. رنگ آبی چی میشه؟ گرین رو میذاریم روی 0، بلو یا آبی رو میذاریم روی بیشترین مقدار یا همون 255. میبینید شد رنگ آبی. خب بچه ها دقت کنید، 0 0 0 میشه رنگ مشکی. حالا این پارامتر سوم که مقدار رنگ بلو رو مشخص میکنه، آروم آروم میبرمش به سمت 255. ببین هی داره از اون مشکی آروم آروم تغییر رنگ میده به رنگ آبی. الان مثلا سرمه‌ای آبی پررنگ، هی داره رنگش بازتر میشه بازتر میشه بازتر میشه تا برسیم به 255 که رنگ آبی رو مشخص میکنه. خب حالا RGBA چی هست؟ بیایم پایین تر. RGBA value، RGBA هم همون RGB هست که یه پارامتر بهش اضافه شده، یه پارامتر آلفا بهش اضافه شده. 4 پارامتری هست. حالا این آلفا چیه؟ خودش پایین توضیح داده، گفته the alpha parameter، پارامتر آلفا is a number، یک نامبره، یه عدده، between، بین 0 fully transparent and 1 not transparent. خب یعنی چی؟ میگه وقتی مقدار 0 بهش بدیم fully transparent، یعنی شفافیت کامل، ترانسپرنت یعنی شفافیت، و اگر مقدار 1 بدیم به پارامتر آلفامون not transparent at all، یعنی چی؟ یعنی بدون هیچ گونه شفافیتی. خب الان با هم تستش میکنیم. بیایم مقدار رنگ قرمز رو بذاریم روی 255، گرین رو بذاریم روی 0، بلو رو هم بذاریم روی 0 تا رنگ قرمز رو بسازیم. خب گفته اگه بذاریم پارامتر آلفا رو بذاریم روی 0 فولی ترانسپرنت، یعنی شفافیت کامل. ببین انقدر شفاف شد که اصلا رنگ قرمز محو شد. اگه هم بذاریمش روی مقدار 1 که بدون هیچ گونه شفافیتی، الان اون رنگ قرمز رو ساختیم. حالا هر چقدر از مقدار 1 بریم به سمت مقدار 0، ببین داره کم رنگ تر میشه، یا اینجوری بگم داره شفافیت اون رنگ قرمز کم میشه. این هم واسه RGBA. بیاین اینجا خودتون تست کنید، هی اینجوری سویچ کنید بین مقدار 0 و 1. پس سیستم رنگ RGBA چی شد؟ 4 تا پارامتر داره. اینجوری می نویسیم RGBA، پارامتر اول مقدار نور قرمز رو مشخص میکنه که یه عدد بین 0 تا 255. پارامتر دوم مقدار نور سبز رو مشخص میکنه، دوباره یه عدد بین 0 تا 255. پارامتر سوم مقدار نور آبی، یک عدد بین 0 تا 255. و پارامتر چهارم ضریب هست، آلفا بین 0 تا 1 هستش. بریم روی نرم افزار برکت یکی دو تا مثال از RGB و RGBA هم واسهتون بزنم تا به این موضوع هم مسلط بشیم. این هگز و HSL و HSLA هم میمونن واسه جلسه بعدی. خب بچه ها میخواییم به H1 هامون، به عناصر H1 مون، دوتا عنصر H1ی که داریم، مثلا background color قرمز بدیم. خب اولا این رو پاک کنم، color رو. خب مینویسیم background color دو نقطه red. حالا میخواییم به جای این که از اسم رنگ استفاده کنیم، از سیستم رنگ RGB استفاده کنیم. پس به جای این اسم رنگ که نوشتیم red، مینویسیم RGB، پرانتز باز پرانتز بسته. خب حالا میاییم میگیم که میزان نور قرمز 255 باشه، سبز 0 باشه، آبی هم 0 باشه. رنگ قرمز رو ساختیم، حالا میخواییم آبیش کنیم. میگیم مقدار رنگ قرمز 0 باشه، مشکی شد. هر ستاشون 0 باشن مشکی میشه. سبز هم 0 باشه، بلو یا آبیش 255 باشه، رنگ آبی رو ساختیم. میگیم این هم 0 بشه، مقدار رنگ سبز 255 باشه. حالا اگه بنویسیم مثلا 100، ببین دوباره سبزه ها، مثلا بکنیمش 150، یکم رنگش بازتر شد، 200 بازتر شد، 255 سبز خیلی بازی شد. خب پس RGB یه سیستم رنگ، چیز عجیب غریبی نیست. میتونیم اسم رنگ رو بنویسیم، مثلا بنویسیم رد، گرین، بلو، بلک، یلو. میتونیم هم از سیستم RGB استفاده کنیم.
پس اگه جایی توی صفحات وب دیدین که اینجوری دارن از رنگ ها استفاده میکنن، بدونید که این سیستم RGB هستش. حالا بریم RGBA رو با هم دیگه بررسیش کنیم. خب مثلا میخوایم background color H1مون رو قرمز کنیم، قرمزش رو میدیم 255. ببینید جالب شد، الان میزان رنگ قرمز بالاترین مقدار 255، میزان رنگ سبز هم بالاترین مقداره، ترکیبشون شده این رنگ زرد. خب اینو میکنم صفر. خب رنگ قرمز رو داریم اینجا، هم به جای این RGB می نویسیم RGBA. پارامتر چهارم چی بود؟ آلفا. یک ضریب هست بین 0 تا 1. اگه بنویسیم 0، شفافیت به حدی میشه که کلاً اون رنگ از بین میره. اگه بنویسیم 1 که بیشترین مقدار رنگ قرمز کامل رو داریم، مثلا اگه بنویسیم نیم، ببینید یک کمی کم رنگ تر شده شفافیتش. بنویسیم 0.6، هر چی به 1 نزدیک تر بشیم داره پر رنگ تر میشه. 0.7، 0.8، 0.9، حالا هر چی به 0 نزدیک تر بشیم، مثلا 0.5، 0.4، 0.3، 0.2، 0.1. ببین یه قرمز خیلی کم رنگی هنوز مونده. خب اینم واسه RGBA. پس با سه روش استفاده از رنگ ها توی این جلسه آشنا شدیم. یکی predefined color name، نام از پیش تعریف شده یه رنگ ها، مثلا رد، گرین، بلو، یلو، بلک، اینجوری. یکی سیستم RGB، یکی هم RGBA که RGBA همون RGBه که یه ضریب هم به انتهاش اضافه میشه که میزان شفافیت رنگ رو مشخص میکنه. توی جلسه بعدی سیستم هیگز، HSL و HSLA رو هم بهتون توضیح میدم و یه بار واسه همیشه پرونده رنگ ها رو میبندیم و کامل بهشون مسلط میشیم. البته اینم بهتون بگم اون HSL و HSLA و اینا خیلی کم کار بردن توی صفحات وب. ما یا از نام رنگ ها استفاده میکنیم معمولا، یا سیستم RGB یا هکس که توی جلسه بعدی توضیح میدم. تا جلسه بعد مراقب خودتون باشین. یا علی مدد.